بله میگن هست. باتری تموم شده بود، باتری رو عوض کردن. خب بریم ادامه بحثمون رو. دقت کنید، این لاستیک ماشین گاز داخل به خاطر حرکت هایی که مولکولات دارن و برخورد هایی که دارن با دیواره ظرف، وقتی نیرو هست فشار هم هست دیگه، نه چون پی بود اف تقسیم بر آ. دوستان یادتون بمونه، هم توی گازها هم توی مایعات فشار اینها ناشی از برخورد مولکول ها و ذرات با دیوار هاست. به دیوارهای لاستیک این مولکول ها دارن ضربه میزنن، پس نیرو وارد میکنن و فشار ایجاد میکنند. نکته مهم نها کن، گفته نیرو عمودیه. دوستان عزیز، نیروی ناشی از این فشارها حتما بر صد عموده. من دارم تأکید میکنم به این عمود بودن نیرو. توی مایع، توی مایع به یک نقطه خاص، این سطحی من توی مایع در نظر گرفتم، ضربه ها در همه جهت ها هست، نیرو وارد میکنن، باز هم این نیرو چیه؟ عمودیه. همین نیروی عمودی است که باز ایجاد فشار میشه. تو جلسه قبل من بحث کردم دیگه، نه طبق تعریف فشار نیروی عمودی وارد بر واحد سطح بود. خب توی مایعات دقت کنید، اینجا ما تو این ظرف مایع نریختیم، اینجا هوا فشار پی صفر داره، در بیرون هم فشار پی صفره، پس این بادکنک تغییر حجم پیدا نکرده، در داخل و بیرون فشار یکسانه. اما اگه من بیام آب اینجا بریزم، قطعا فشار در اینجا از فشار هوای بیرون بیشتر میشه، به این خاطر بادکنک به سمت بیرون اصطلاحا باد شده. و تو این ظرف هم میبینین که هرچی من میام پایین، این جهش آب سرعت خروجش داره بیشتر میشه، اینم به خاطر اینکه هرچی میام پایین فشار در مایع بیشتر میشه. چیزی که من میخوام از این اسلاید شما یاد بگیرید دو تا نکته است. نکته اول علت فشار برخوردهای مولکول گاز و مایع با دیوارهای ظرف، این یک. و دو، نیروهایی که وارد میکنن عمود بر سطح. این دوتا رو فعلا داشته باشین تا بریم بحث بعدی رو بگم. خب توی اسلاید بعدی میخوایم ببینیم که فشار ناشی از یک مایع، فعلا گازها رو میذاریم کنار، فشار مایع به چه عاملهای بستگی داره. دوستان من میام از داخل مایع یک ظرفی مکعب مستطیل شکل رو در نظر میگیرم به ارتفاع h و سطح مقطع آ. داخل این ظرف یک مقدار، یک وزن مایع، مثل همیشه فشار میشه وزنش تقسیم بر مساحت مقطع. پس من میخوام چیکار کنم؟ میخوام فشار یک ستون از مایع به ارتفاع h در این نقطه پایین به دست بیارم. خب بالای این سد یک وزن از مایع قرار گرفته، mg تقسیم بر آ مثل قبل میشه فشار مساوی با، به جای m من اومدم رو ضرب در v گذاشتم، جرم میشه چگالی ضرب در حجم. به جای حجم اومدیم گذاشتیم چی؟ آ ضرب در h. حجم این مکعب مستطیل میشه مساحت قاعده ضرب در چی؟ ارتفاع. خب دوستان این آ همین آیه دیگه، نه؟ اگه حذفش کنم فشار ناشی از مایع میشه رو جی اچ. رو چیه؟ چگالی خود مایع. جی هم که مشخصه، جاذبه زمین، فشار شتاب جاذبه زمین. و اچ دقت کن دوستان، فاصله نقطی که فشار مایع رو درش حساب میکنیم تا کجا؟ تا سطح مایع. گاهی اوقات این فاصله تا کف ظرف داده میشه، حواست باشه اشتباه نکنید. پس اچ میشه فاصله، بهتره که بنویسم فاصله عمودی، فاصله عمودی تا سطح مایع. خب دوستان چند تا نکته هست که حتما باید بهش توجه بکنید. این رابطه رو جی اچ برای هم مایعات و هم گازها درسته، اما چون چگالی برای گازها خیلی خیلی کمه، در این ارتفاع خیلی کم فشار خیلی تغییر نمیکنه. توی این اتاقی که ما هستیم الان یا اتاق خودتون،
فشار هوا واقعا در کف اتاق شما با 20 تان بالاتر 1 متر بالاتر فرق زیادی نمیکنه. پس من میگم چون برای گازها فشار خیلی کمه، فشار خیلی کمه یا تغییر فشار خیلی خیلی جزئی است، در همه نقاط گاز من فشار رو با هم چیکار میکنم؟ مقدارش رو یکسان میگیرم. وگرنه این رابطه برای هم مایعات هم گازها قابل استفاده هست. توی نقطه 3 من گفتم اینجا دیگه برای گازهایی که داریم در ارتفاع معمولی و کم تقریبا در نقاط مختلف فشار یکسانه. دوستان عزیز، فشار مایع به مساحت کف ظرف بستگی نداره. ببین توی این اثباتم آ حذف شد، سطح ظرف من هر چی که بگیرم فرقی نمیکنه. پس یک لوله با قطر بسیار کم اگه 1 سانتی متر آب توش باشه، یک ظرف بسیار وسیع اونم 1 سانتی آب توش باشه، فشار اینجا و اینجا هیچ فرقی با هم نمیکنه. پس فشار مایع به مساحت کف ظرف بستگی نداره. خب یه خلاصه داشته باشیم از چیزی که من میخوام از این اسلاید به شما بگم. یک، این فرمول فشار مایع است، خب قطعا میدونستین از قبلا. اچ ارتفاع از صد بیام پایین تری از نقطه برم چی؟ بالا. فاصله عمودی نقطه مد نظر تا سطح مایع. سه تا نکته به شما گفتم. این رابطه برای همه گازها و مایعات درسته. فشار به کف ظرف سطحش بستگی نداره و توی گازها چون چگالی خیلی کمه، توی این ارتفاع کم خیلی تغییر نمیکنه. خب سینا گفته که اگه جرم آب داشته باشیم بخوام از اف تقسیم ببریم بستگی پیدا میکنه، درست میگم؟ نه، اون افی که شما گذاشتی، ببین افی که داریم میگه بچه ها سوالش اینه، همت من داریم میبینی سوالشو، گفته من اگه به جرم آب داشته باشم از اف تقسیم ببرم بستگی پیدا میکنه؟ نه. ببین شما برای محاسبت، برای محاسبه دارین کار میکنی، ولی واقعا به خدا بستگی نخواهد داشت. چرا؟ چون افی که شما داریم میذاری وزن دیگه، نه، این وزن تش اینه که باز آب آچیم بره. شما برای محاسبه فشار مایع یادتون باشه میتونید هم از امجی تقسیم بر آبرید، هم از امجی تقسیم بر آبری، هم از رو جی اچ بستگی به سوال خواهد داشت. ولی اگه ما سطح ظرفمون مشخصه، هر چی میخواد باشه، اون فشار مایع در اون ارتفاع خاصی که داریم واقعا ربطی به سطح ظرف نداره. من میخوام جواب شما رو بدم، اینجا نها کن. من میگم که اگه این ظرف سطحش باشه مثلا آ باشه و این سطحمون اینجا سطحش باشه 2 تا آ، ولی ارتفاع مایع در هر دو یکسان باشه، فشار مایع در نقطه پایین و نقطه هیچ فرقی با هم نمیکنه. اگه به قول شما بخوام از اف تقسیم بر آ برم، قبول داری که وزن آب اینجا بیشتره؟ خب وزن آب شما میگی F باشه تقسیم بر آ، شده 2 برابر، مقدار آب هم دقیقا شده 2 برابر قبل، پس نسبت فرقی نمیکنه. بازم میگم فشار مایع واقعا به مساحت کف ظرف بستگی نداره. شما که صد رو کم میکنی مقدار آب هم کم میشه، صد رو زیاد بگیری مقدار آب هم زیاد میشه. توی رابطه MG تقسیم بر آ هم وزن تغییر میکنه، هم مساحت نسبت فرقی نمیکنه. پس بازم میگم فشار مایع در کف ظرف به مساحتش بستگی نداره. خب دوستان، یه اشتباهی که بچه ها معمولا دارن بین فشار خود مایع و فشار کل، گاهی اوقات توی تست ها و سوال اشتباه میشه. وقتی به شما میگن فشار مایع فقط رو جی اچ، وقتی اسم مایع میاره میگه فشار نفت، فشار جیوه، فشار آب چقدره، فقط رو جی اچ. اما سه تا کلمه میگه فشار چقدره، فقط فشار میگه، یعنی فشار کل یا فشار مطلق. پس عبارت های فشار، فشار کل یا مطلق، اینها به معنی چیه؟ اینه که شما فشار هوا رو هم در نظر بگیر. خب این نقطه ازش میپرسم که فشاری که داری چقدره، میگه بالای من یه مقدار مایع، پس مایع از اون فشاری که من دارم یک سم داره رو جهچ، و بالاش هم که باز فشار چیه؟ هوا. پس کلن در نقطه اینجا
فشار رو جی اچ به علاوه چیه؟ پی صفره. یک نکته مهم، یک تذکر مهم دوستان عزیز، این فشار، اینم کلن فشار، اینم فشار، واحد همه شون بادی که باشه، همه شون پاسکال باشه، همه شون سانت جیوه باشه و مثلا میلیمتر جیوه و هر چی میخواد باشه، به هر حال حتما باید در هر سه عبارت یک های یکسان قطعا قرار بده. آره آره دقیقا مثل همون جامعه ها که به صد بستگی نداشت، این هم دقیقا همونه. خب اختلاف فشار برای یک مایه، وقتی میگه داخل یک مایه فشار برای مایه رو جهش بود، اگه من بیام ارتفاع رو کم و زیاد کنم قطعا فشارم کم و زیاد میشه. پس اگه من میخوام در داخل یک مایه اختلاف فشار حساب بکنم، اون اختلاف فشار مربوط میشه به اختلاف ارتفاع نقطه بالا و پایینه. اینجاست. مثلا اینجا میگه این نقطه و این نقطه چقدر اختلاف فشار دارن، میشه رو جی اختلاف ارتفاع تو سال ما خواهد داد، یا ممکنه بتونیم استفاده کنیم. مثلا اینجا نگاه کنید، توی تست همون از این شکل بدن خواهیم داشت. من میخوام اختلاف فشار نقطه آ و ب رو پیدا کنم. دوستان عزیز من توی اسلاید قبلی گفتم، اینجا نگاه کنید، این اچ همون فاصله چی هستن؟ عمودی هن. خب الان توی این شکل من برای این دلتا اچ نباید خط یا پارخط آبر بذارم، حتما با بیام اختلاف ارتفاع به صورت قائم حساب کنم. این باید حساب کنم، مثلا اگه من اینجا به شما زاویه آلفا بدم، اگه آلفا بدم، خب شما میدونین که سینوس آلفا میشه ضلع مقابل که دلتا اچه به وتر که آبه. پس از اینجا دلتا اچ من خواهد شد آب در سینوس آلفا. من باید یه طوری از این هندسه که دارم، مثلثات که میشناسم، ریاضی که میشناسم، بتونم این دلتا اچ رو پیدا بکنم. پس کسی آب رو توی فرمول دلتا پی میشه رو جی دلتا اچ قرار نده، حتما باید بتونید فاصله قائم رو پیدا بکنید. خب پس این فشار کل، اینم اختلاف فشار در دو تا نقطه از محیط. خب دوستان عزیز قبل از اینکه وارد حل تستمون بشیم، من گفتم که در گازها و از جمله هوا که خب برامون باز بحث جدیدتری داره، چگالی کمه. باز برای هوا هرچی من میام به سطح زمین نزدیک میشم، تراکم این مولکول ها به خاطر وزن زیاده. خب وقتی تراکم بیشتره پس چگالی هم بیشتر خواهد بود. پس من از بالا که میام به سمت زمین، چگالی هوا در حال چیه؟ افزایشه. پس من برای ارتفاع خیلی زیاد مثلا میخوام فشار در قله دماوند حساب کنم. خب فاصله چند هزار متره و تو این کل مسیر، تو این ارتفاع گاز یا هوا، قطعاً چگالی عدد یکسانی نداره. ما معمولا چگالی میانگین استفاده میکنیم. پس یادتون باشه به خاطر اون وزنی که حالا ایجاد میشه، چگالی و فشار هوا در سطح زمین بیشترین مقدار خودش خواهد داشت نسبت به نقاط بالاتر. دوستان این نمودار رو حتما روش کار بکنید. خیلی از مواقع سوال‌ها به همین سادگی، یک نمودار تو کتابتون هست باید بدونید و باید تحلیلش کنین، فقط نگاه نکنین و عبور بکنید. یه نکته بسیار مهم داره، نکنید من میخوام تست تر بکنم و مبتنی بر کتاب باشه و بخوام دقت بچه ها رو، عمیق خوانی بچه ها رو بسنجم، یه همچین سوالی رو تر میکنم. نگاه کن، دقت کن بچه ها، اینجا کیلومتر گفته توی یک کیلومتری فشار 90 کیلوپاسکاله، 90,000 پاسکاله. در 3 کیلومتری گفته 70 تا، قبوله. در 6 کیلومتری یه چیزی بین 40 و 50ه که من اگه نگاه بکنم، دقت بکنم، یه خورده به 50 نزدیکتر. مثلا بیایم با هم اینو بگیریم 46 تا، 46 تا، قبوله؟ دقت کنید فشار دو نقطه است. این نقطه A، اینجا هم نقطه B،
اینجا نقطه سی، وسط نقطه سیه. دقت کنید، فشار تو نقطه آ گفتم که 90، در نقطه بی گفتم تقریبا 46، در نقطه سی 70. دقت کن، میانگین این دوتا، خب 90 و 146 میشه 136 تا. 136 تقسیم بر 2 قطعا از 70 چیه؟ کم داره، چون 140 تقسیم بر 2 میشه 70 دیگه، نه؟ خب ببین، من براتی آب خوردن میتونم یک تست طراحی کنم، بگم این نمودار فشار هوا به حسب ارتفاع، قبوله؟ و کدام رابطه بین فشار توی نقاط A, B و C برقراره؟ نکنید این میانگینه شما برای هر دو نقطه در نظر بگیرید، شما این نقطه B رو با این نقطه با اینجا، بعدن خودت برو اینا رو تمرین کن. میانگین این دوتای دو سمت از این مقدار وسط همیشه چیه؟ کم تره. لطف کنید به همین صورت تک تک تصاویر، تک تک اون چیزی که توی کتاب هست روش بحث بکنید، و اگه همچین سوالی مطرح بشه قطعا کسی که اینطوری به این سوال شکل نگاه نکرده از عهده پاسخ به همچین تستایی بر نمیاد. بعد که کنکور برگزار میشه میام میگه نگاه کنید ایده غافل دقیقا تو کتاب بوده، من قرار بوده یک مقدار دقتم بیشتر باشه. که حالا ما به شما میگیم نکات دیگه رو حتما تو ذهنتون به خاطر بسپارید. خب پس این نکته مهمی داشت، شکل نمودار که منحنی در نظر داشته باشید، ممکنه که به کدام نمودار تو این گزینه‌ای که به شما میده کدام نمودار مربوط میشه به این فشار هوا بر حسب H. خیلی دوستان، یکه های فشار خیلی خیلی مهم تبدیلاتشون، که اینو حتما باید بدونین توی تستایی که حل خواهیم کرد بارها با اینو سرکار خواهیم داشت. خب پاسکال که واحد SI ما هست، واحد اصلی همه هم میشناسید، نیوتن برای متر مربع از کجا میاد؟ از همون F تقسیم بر A، F نیوتن آم که متر مربع میشه، F بر چه پاسکال یا نیوتن بر متر مربع. سانتیمتر جیوه، میلیمتر جیوه، تور، هر تور یک میلیمتر جیوه است. خط کتابتون رو باید بدونید. اتمسفر که تقریبا 10 بتن پاسکاله بهش یک بار هم میگیم، اینم تو کتابتون قطعا هست. پس فعلا اسامی رو نگاه کنید، پاسکال داریم، سانتی جیوه داریم، میلیمتر جیوه داریم، تور داریم و بار یا اتمسفر، که اینا تو ذهن شما باشه. تبدیلات اینها بسیار مهمه. جناب قریشی میگه که صدا کم مشکل داره. حسین آقا الان صدا درست شده؟ من دارم صحبت میکنم، صدای من هم درسته؟ بعد پاسکال که نگاه میکنی میفهمیم که سطح بسیگی داره. من مشکلم الان با همون سطح که میگید. دوست عزیز بی، من تو اثباتی که داشتم مگه ام جی رو تقسیم بر آ نکردم؟ بین یکامون نیوتن بر متر مربع هست، ولی مقدارش، ببین مقدار که میخوام بنویسم 10 نیوتن بر متر مربع 100 تا 200، اون مقدار ربطی به آ نداره، اون مقدار ربطی به آ نداره. من دارم وزن رو تقسیم بر سطح میکنم، این تو فرمول اصلی من نیوتن بر متر مربع هست، ولی مقداری که به دست میارم اون مقداره ربطی اصلا به سطحمون نخواهد داشت. خب دوستان عزیز، یک تبدیل واحد بسیار بسیار مهم، بسیار بسیار مهم. شما تو خیلی از سوالات خواهید دید بعدن نیاز داریم که سانتی متر جیوه رو به پاسکال یا برعکس تبدیل کنیم، یا برعکس تبدیل کنیم. یک صفحه سفید من میدی، یه دونه. آره خب بچه ها، من میخوام تبدیل سانت جیوه پاسکال برعکس بگم، پریزنتون بمونه حتما نکنی. یک سانتی متر جیوه اصلا یعنی چی؟ اگه من بیام توی یک ظرفی یک سانتی متر جیوه بریزم،
میگم دوستان در این نقطه پایین اینجا اینجا فشار چقدره؟ فشار خود این مایع چقدره؟ میگم فشار برای مایع رو جی اش بود. یادتون بمونه این همیشه به ما پاسکال میده. پس اگه شما رو جی اش رو حساب کردید همیشه مقداری که میده خواهد شد چی؟ پاسکال. اون اونجا نذارین چون لباش خراب میشه. ولش کن. نه. نه اصلا نمیخواد خراب میشه. خب. پس نگاه کنید رو جی اچ من بخوام حساب کنم همیشه من چی میده؟ پاسکال میده. خب حالا سانجیوه میخوام نکنید یک سانجیوه خود ارتفاع جیوه فشاره. خود ارتفاع جیوه فشاره. 10 سانجیوه میگه 10 سانجیوه. ارتفاع جیوه تو ظرف 15 سانتی متر میگیم فشارش هم 15 سانتی جیوه است. پس خود ارتفاع جیوه همیشه چیه؟ با فشار برابره. بخوام به پاسکال حساب کنم ببرم اینجا درجه اچ به جای اچ بزنم میشه جیوه رو مال جیوه است. جی هم که خب ده معمولا حساب کنم خواهد شد فشار بس به پاسکال. اما اون چیزی که من میخوام میگم اینه نگاه کنید من میگم فشار اینجا خواهد شد 13600 چگالی جیوه جی 10 چند سانت گرفتم؟ یک سانت یک صدم متر. این در میاد. خب این صد با دو صفر بزنم میشه 1360 یا 1360 پاسکال. دوستان یک سانتی متر جیوه رو هم چقدر پاسکال درست کرد؟ 1360. تموم شد دیگه. تبدیل سانجیو پاسکال من بخوام حساب بکنم این ذره بمونه. پس اگه من بعدن در جایی مثلا 5 سانتی متر جیوه داشتم و خواستم ببینم که چند پاسکال میشه میگم 5 ضرب در 1360 هر چی شد خواهد شد پاسکالمون. اگه مثلا من 68000 پاسکال داشتم و خواستم تبدیل بکنم کافیه 68000 تقسیم بر 1360 کنم که اگه حساب کنید خواهد شد 50 سانتی جیوه. پس دوستان مثل کیلوگرم به گرم و برعکس که بر 1000 شما تقسیم و ضرب میکنی برای سانتی جیوه پاسکال اینم توی ذهنتون داشته باشید ضربمون 1360. حالا ما به ندرت سوال داریم که چگال جیوه رو 13500 میدن. خب اب نداره یک صفرشو بردار میشه 1350 دیگه نه. پس این که من ضرب چقدر بگیرم بستگی به چگال جیوه خواهد داشت. همیشه یک دهم چگال جیوه 13600 بده یک دهم میشه 1360. 13500 بده چگالشو خب من 1150 میگیرم. پس دوستان تبدیل سانت جیوه به پاسکال یا برعکس با ضریب 1360 امکان پذیر هست. این قطعا توی ذهنتون بمونه. اینجا من نوشتم هر سانتی متر جیوه برابر یک دهم چگالی جیوه فشار بر پاسکال ایجاد میکنه. اینجا نوشتم براتون یک سانت جیوه 1360 پاسکال ایجاد میکنه با چگالی 13600. اگرم چگالیمون بود 13500 خب میشه 1350 ضریب تبدیلمون. خب نکته بعدی گاهی اوقات نیازی که من بیام ببینم که یک مایعی فشار که ایجاد میکنه چند سانت جیوه است. خب مثلا نگاه کنید اینجا به من 27.2 سان آب داده ولی سال گفته که فشار در اینجا کلن چند سانتی متر جیوه است. خب من نگاه کنید میگم که به جیوه میخوام خود جیوه که ارتفاعش یکه پس یک اینجا دارم. آب چقدره؟ 27.2. من میخوام ببینم که این ستون از آب که 27.2 سانتی متره چقدر فشار جیوه داره چند سانت جیوه. خب این تبدیل ماست دیگه نه. روی جیوه در اچ جیوه با روی مایع در اچ مایع برابر قرار میدم. من اچ مایع دارم میخوام اچ جیوه رو حساب کنم. یعنی به زبان دیگه اینه که
این ارتفاع از مایع معادل چه ارتفاعی از جیوه است؟ خب کافی بمیسم 13 و 6 ضرب در ارتفاع جیوه که ندارم. چگالی مایع اینجا گفته آب 1 ضرب در ارتفاعش هم که 27 ممیز 2. اگه من اش حساب کنم خواهد شد 2 سانتی متر. یعنی چی بچه ها؟ یعنی این که شما میتونی این 27 سانت آب و کلن برش داری جاش 2 سانتی متر جیوه قرار بدی. یعنی این 2 سانت جیوه 1 سانت اگه پایین داشت کلن خواهد شد 3 سانتی متر جیوه. این مال کیه؟ مایعاته. خب هوا چنده؟ 72 5 تا. پس فشار رو در کف ظرف بخوام 75 تا مال هوایه. 2 سانتی جیوه سهم آب، یکی مال جیوه، کلا میشه 3 تا. پس فشار در کف میشه 78 سانتی متر. دوستان عزیز اگه خواستید ارتفاع مایع رو ببینید که معادل چقدر جیوه میشه، کافیه روی جیوه در اچ رو با روی مایع در اچ مایع حساب بکنیم که چقدر میشه. خب صفحه سفید هنوز هست؟ آره بذار. یکی بستر ایب نده فرق نمی کنه. بچه ببین فرض کنین که چگالی یه مایع مثلا 6 و 8 قبوله. میخوام بگم که 20 سانتی متر از این مایع چند سانتی متر جیوه فشار داره. خب گفتم رو ضرب در اچ، رو بدیم ضرب در اچ بدیم. من ارتفاع مایع دارم چند؟ 20. میخوام بگم که ارتفاع جیوه ای که میتونه این فشار رو درست کنه چقدره؟ خب 13 و 6 ضرب در اچ، 6 و 8 ضرب در اینم 20. خب 13 و 6 و 6 و 8 ساده میشن با هم. این اگه یک بگیره میخواهد شد چی؟ 2. پس اچ هم میشه 20 تقسیم بر 2 یا 10 سانتی متر جیوه. پس دوستان یه همچین مایه با این چگالی اگه 20 سانتی متر رو هم قرار بگیره به ما 10 سانتی متر جیوه فشار خواهد داد. مثلا اگه چگالی مایه باشه 3 ممیز 4 گرم بر سانتی مکعب، 20 سانتی متر از این چند سانتی متر جیوه به ما فشار میده. خب نکنید بگم چگالی جیوه در ارتفاعش، چگالی مایه در ارتفاعش، 13 و 6 ضرب در اچ جیوه، 3 و 4 ضرب در اینم 20. 3 و 4 با 13 و 6 به من 4 میده بچه ها. 13 و 6 4 برابر 3 و 4. پس اچ 20 تقسیم بر 4 خواهد شد 5 سانتی متر جیوه. من این دوتا مثال گفتم عمدن گفتم. به چه دلیل؟ میخوام نکته خیلی خیلی مهم به شما بگم که اگه تو ذهنتون بسپرید توی خیلی از سوال‌ها ممکنه که نیاز به نوشتن نباشه. ببین داستان چیه بچه‌ها؟ تست‌های 99 که من با جلسه قبلم گفتم، من به لحاظ اینکه گفتن سوال دشوار بوده قبول ندارم، چون همه تست‌هاش رو ما تو جزوه‌هامون گذاشته بودیم، با بچه خودمون کار کردیم که من گفتم توی کانالم دقیقاً این کار رو کرده. همون 6 7 تست مکانیک که گفتن خیلی سخت بوده، من از دفترچه بایش دادم، از جزوه خودم برش دادم کنارم گذاشتم، گفتم نه که اینا رو ما کار کردیم قبلا بچه ها. حالا اونی که بیشتر کار کرده مسلط بوده و مخصوصا تو محاسبات مثل بقیه رفتار نکرده و خیلی سریعتر این کار انجام داده، نباید مشکلی می داشته. مشکل اصلی بچه ها سر این بود که محاسباتون طول می کشید و شما هر قلقی هر روشی برای کاهش زمان محاسباتون به کار بگیرید قطعا به نفعتونه. خب من میخوام که این تبدیلات رو خیلی سریعتر انجام بدیم. یعنی با یک ضرب تقسیم ساده نکنید. چگالی این مایع من 6 و 8 گفتم، چگالی جیوه 2 برابر چگالی مایع شده که نه؟ ببین جیوه‌مون 13 و 6، مایع 6 و 8. پس چگالی جیوه 2 برابر چگالی مایع. نکن 20 سانتی متر مایع چقدر فشار جیوه درست کرد؟
ده تا نصف نشو. اگر چگال جیوه دو برابر چگال مایه قبوله، هر ارتفاع از اون مایه به اندازه نصف خودش جیوه درست میکنه. اینجا نکن چگال مایه 3 و 4ه، چگال جیوه 4 برابر چگال چیه؟ مایه. پس هر 20 سانت از مایه چقدر درست کرده؟ 5 دیگه، نه تقسیم بر 4 نشده. قبوله؟ پس نکته چیه؟ نکته اینجاست. اینجاست. اگه چگالی جیوه این برابر چگالی مایه باشه، از اون مایه ارتفاع این که برداریم فشار 1 سانجیوه درست میکنه. یعنی چی؟ توی مثال قبلی چگالی جیوه بود 2 برابر مایه. یعنی چی؟ یعنی هر 2 سانتیمتر از مایه معادل 1 سانتیمتر جیوه فشار درست کرد. ما 20 سانت داشتیم، 10 تا درست کرد. تو مثال قبل بعدی هم چگالی جیوه 4 برابر مایه بود. یعنی چی؟ هر 4 سانت مایه 1 سانت جیوه درست میکنه. پس اگه من 20 سانت مایه داشته باشم، تقسیم بر 4 کن میشه 5 تا. پس دوستان عزیز، اگه چگالی جیوه n برابر چگالی مایه باشه، هر n سانتی متر از اون مایه 1 سانت جیوه فشار درست خواهد کرد. اینا نسبت هایی است که وجود داره. توی جلسه قبلم گفتم واقعا اونایی که نسبت ها رو میدونستن خیلی سریعتر تونستن به سوالا جواب بدن و مشکلی برای وقت و زمان نداشتن. پس دوستان، نکته که من توی این اسلاید میخوام به شما بگم اینه که اگر چگالی جیوه n برابر 2 3 5 هر چی برابر چگالی مایه باشه، هر n سانت از اون مایه 1 سانت جیوه برای ما درست خواهد کرد. مثال گفتم دیگه، چگالی جیوه رو گفتم 2 برابر مایه، دیدین که هر 2 سانتی متر مایه 1 سانت جیوه درست میکرد. اگر چگالی جیوه 4 برابر مایه باشه، هر 4 سانت از اون مایه 1 سانت جیوه درست خواهد کرد. خب حالا سوال، مگر چگالی جیوه 13 و 6 برابر مایه آب نیست؟ چگالی جیوه 13 و 6 دیگه، نه مال آب هم که 1ه. چگالی جیوه 13 و 6 برابر آبه. پس هر 13 و 6 سانتی متر آب 1 سانت جیوه فشار درست خواهد کرد. پس 27 ممیز 2 سانت آب که میشه 2 تا 13 و 6 تا 2 سانت آب درست میکنه. 2 سانت مال آب، یکم مال جیوه، جمع خواهد شد 3 تا که تونستیم فشار کل رو در پایین پیدا کنیم. خب پس از نکته مهم تبدیل فشار بریم سوالا رو با هم حل بکنیم. خب دوستان، من یک خلاصه کلی از اول جلسه تا الان میگم، بعد بریم سراغ سوالمون. نکته اول، فشار مایه ضمنی که mg تقسیم بر آ میشه، رو جه هم هست. پس ما mg تقسیم بر آ رو فراموش نمی کنیم، قبوله؟ ولی نکته ویژه، رابطه ویژه رو جه هم برای آب، برای مایه در نظر میگیریم. دو، رو جه هم مال مایعات هم مال گاز هاست، قبوله؟ ولی برای گاز ها چون رومون کمه، در فاصله خیلی کم صرف نظر میکنیم، میگیم فشار یکسان، فرقی با هم نمیکنه. نکته بعدی، فشار کل مطلق یا فشار تنها اگه تو سال بیاد پی صفر هم با در نظر بگیریم. نکته بعدی، فشار هوا، چگالی هوا از بالا که میایم پایین زیاد میشه. نمودار داشتیم، تو نمودار نکته گفتم بهتون، هر دو نقطه در نظر بگیریم میانگین فشارها از نقاط بین چیه؟ کمتره. و برای این تبدیل واحد ها، هر سانت جیوه 1360 یا 1360 پاسکال ما میده برای تبدیل واحد ها. گفتم مثل گرم به کیلوگرم که 1000 تو ذهنتون هست، این 1360 هم برای تبدیل واحد ها حتما تو ذهن شما باشه. بار همون یک اتمسفر، تور یک میلیمتر جیوه است، سانت جیوه میلیمتر جیوه، تبدیلش به هم با حتما در نظر بگیرید. و نکته آخر، اگر چگالی جیوه n برابر مایه باشه، هر n سانت از اون مایه 1 سانت
جیوه برای ما درست خواهد کرد. خانم ها آقایون، اگر سوال دارید خیلی سریع مطرح بکنید، وگرنه بریم سوالام رو با هم حل بکنیم. من دارم به چت های شما نگاه میکنم، اگه سوالی هست بپرسین، وگرنه بگین سوال نیست که من سریع برم سراغ بحث حل سوالام. خیلی سریع بچه ها. خانم ها آقایون، من منتظر چت های شما هستم. بریم سوال حل کنیم با هم. سینوس جواب گفتی؟ خیلی سوالی نیست. سوال ساده‌تر شروع کنیم تا کم کم بون گنده‌هاش هم برسیم. گفته که داخل ظرفی به صد قاعده مربع که طولش انقدره تا ارتفاع 20 ریختیم، فشار ناشی از چی؟ آب. یعنی فقط رو جی اچ خواسته. چند چیه؟ پاسکال. گفتم رو جی اچ همیشه به ما چی میده؟ پاسکال میده. خب حسابش کنیم. آب گفته چقدره؟ یک گرم برسان قبول ندارم، 1000 جی، 10 اچ، ارتفاع 20، 2 دهم، 2 دهم متر. خب ضرب کنم خواهد چقدر؟ 2000 پاسکال میشه گزینه 4. من اصلا به این که سطحش چی هست کاری ندارم، نه؟ اصلا به کف به این زل زف اصلا کاری ندارم. مهم برای من اینه که ارتفاع مایع چقدره. خب به این سوال بعدی. در ظرفی تا ارتفاع 20 سانت آب ریختیم، مساحت کف گفته که 40. از ما چی خواسته بچه ها؟ نیرو. دوستان وقتی فشار F تقسیم بر A هست، پس F P ضرب در I. دوستان عزیز من، نیرو به سطح بستگی داره ولی فشار بستگی نداره. خب گفته که نیروی کی؟ آب. اگه گفت نیروی کل، من باید P صفرم برای فشار در نظر میگرفتم. چون گفته نیروی آب چقدره، پس این پی فقط رو جی اچ خود آبه، ضرب در مساحت. خب باید همه رو قرار بدم دیگه. چگالی آب 1000 جی، 10، ارتفاع چقدر ریختیم؟ 25 سانت. اینم 25 صدم متر، ضرب در آ 40 چی؟ سانتیمتر مربع. دوستان عزیز، 40 سانتیمتر مربع، خب این 1 سانتیمتر، اینم 1 سانتیمتر. 1 سانتیمتر مربع میشه مساحتش به متر مربع. بخوام 1 سانتیمتر 10^-2 متر، اینم 10^-2 متر. اگه حساب کنم خواهد شد 10^-4 متر مربع. به این دلیل که ما سانت مربع رو بخوام به متر مربع تبدیل بکنیم، باید در 10^-4 ضرب کنم. خب اگه حساب بکنیم، به نیوتن خواسته. دوستان عزیز، خب این 4^25، 4^25 صد میشه. با صد پایین بره، 1 صفر برام میمونه. این صفر با این صفر و این صفر در بتانه 5 میشه و -4 کلان خواهد شد 10 نیوتن. و به قول جناب سینا خان میگه که گزینه 4. دوستان تو تست اول من به سطح کاری نداشتم، فقط ارتفاع مایع چون فشار میخواستم، اما برای نیرو، نیرو به سطح بستگی داره. دیگه خاطر با دنزه بگیرم حتما سطح. مساحت کف 50 سانتی متر مربع، عمقش هم 4 متر، پر آبه، کاملا پر آبه. نیرو خواسته باشه، نیرو میشه پی ضرب در آ. به کاشی ها وارد میشه چند کیلو نیوتن. دوستان عزیز، من به درس های دیگه کار ندارم، در فیزیک آخر تست خیلی اهمیت دارم.
خیلی از اشتباهات بچه ها برای اون واحد ها، برای اینکه مجهول چی هست، به خاطر اینه که نمیخونن آخر تست چی خواسته. اینجا کیلو نیوتن خواسته، حتما حواستون باشه. خب من میگم نیرو پی ضرب در آ، و چون گفته که نیرویی که به کاشی وارد میشه، دوستان نگفته نیرویی که آب وارد میکنه، نه؟ اگه میگفت نیرویی که آب وارد کرده، من فقط باید به جای پی رو جی اچ میذاشتم. اما چون گفته نیرو یعنی کل، پس من باید به جای پی بذارم پی صفر به علاوه رو جی اچ ضرب در چی؟ آ. حواست به این کلمات باشه مصیبه. خب پی صفر گفته که 10 به توان 5 بگیر، خب اینم 10 به توان 5 به علاوه چگالی آب 1000، جیم که 10. بین برای آب رو جی همیشه 10 به توان 4 خواهد شد دیگه، نه؟ رو جی برای آب 10 به توان 4. خب 10 به توان 4 ایت چقدره؟ 4 متر. اینم ضرب در 4. مساحت 50 متر مربع، نیازی به تبدیل واحد نیست، خودش گفته متر مربع. خب حساب کنیم مصیبه. از 10 به توان 4 فاکتور میگیرم. 10 به توان 4 فاکتور چی مونه؟ این به من یه 10 میده، قبوله؟ این به من 10 میده، این چند میده دوستان؟ یه 4 که باز ضرب در چی بشه؟ 50. خب مصیبه، ببین این وسط این 14 است، 5 تا 14 تا 70 تا میشه، نه؟ 5 ضرب در 14 70. خب 70 یک صفر هم دارم اینجا، 700 در 10 به توان چی؟ 4. این نیوتونه، چی خواسته؟ کیلو نیوتون. خب کیلو چی؟ 10 به توان 3 دیگه، نه؟ 1000 تا. از این من 10 به توان 3 رو برمیدارم، جاش میذارم کیلو، یه 10 مون با 700 میشه 7000. پس 7000 کیلو نیوتن که میشه گزینه چی؟ 3. 7000 کیلو نیوتن. خب دوستان عزیز اگه من اینو بخواستم بنویسم 7 در 10 به توان 6، یک نگاه کن، اینو برای کی آورده؟ برای کسی که آخر سال خوب نخونه که با چه واحدی خواسته. مطمئن باشین توی بچه‌ای که این سال امتحان دادن توی مالا قلمچی 99 بعد از اعدام امسال، خیلی از بچه‌ها رفتن یکو زدن به خاطر عدم درست خوندن سال. بیم اینجا فشار ناشی از چی گفته؟ جیوه به ترتیب از راست به چپ، چند چی؟ سانتیمتر جیوه و چند پاسکاله. دوستان میگن صدا کمه، من فکر کنم سینا برای سیستم خود باشه، از اونجا میتونی تقویتش کنی. اون بالا گزینه باشه، نه گزینه هست اون بالا برای آره برای افزایش صدا میتونی استفاده بکنی. خب دوستان من گفتم خود ارتفاع جیوه فشاره بر حسب سانتی جیوه، پس قطعا فشار جیوه باید بر حسب سانتی جیوه 10 باشه. پس این دوتا که میرن کنار دیگه، نه؟ خب مگه من نگفتم که برای تبدیل سانت جیوه به پاسکال در 1160 ضرب کنید؟ خب نگاه کن، این 1160 ضرب در 10 دیگه، نه؟ پس این گزینه 3 خواهد بود. پس 10 سانت جیوه 1360 برابرش هم خواهد شد پاسکالش که میشه گزینه 3. دیگه نرفتم روجهش رو بنویسم و حساب کنم. این خانم گفته که واسه منم کم ها. بچه ها ما از یک سیستم دیگه هم مثل که شما که نشستین پای سیستمتون داریم چک میکنیم، یعنی برای ما اینجا مشکل نداره. حالا میخوایم باز شما میتونید زیادترش کنید از اینجا؟ الان درست شد؟ زارن درست شده بچه. خب سینا شما گفت من اشتباه کردم،
نه جواب همون گزینه سه میشه جناب سینا خان، شما داره اشتباه میکنه. بین ده سانجیوه من گفتم دیگه، بخوای اصلا با فرمول برم، مگه پی نمیشه رو جی اچ؟ چگالی جیوه 13600 تا، جیمون دهه، اچمون این ده سانت تو تبدیل واحد نکردی، ده سانت قبول نیست، به متر میشه یک دهم دیگه نه سینا؟ خب اینا که با هم بدن چقدر میمونه؟ 13600 که همین گزینه سه میشه. آره سانت رو نه نبود، گفتم تبدیل واحد ها حتما دقت بکنید، واقعا خیلی از ضربایی که بچه ها میخورن سر این تبدیل واحد هاست. و مطمئن باش کسی که تست تر کرده گزینه یک رو به این خاطر داده که دانش آموز تبدیل واحد نکنه. بله به حال چوش هم بخور، حواستون باشه که دچار مشکل بدن نشید. خب بیام اینجا، حد اکثر فشاری که یک جسم میتونه تحمل بکنه برابر با 6 در 10 به توان 5 پاسکاله. این جسم رو حد اکثر تا چه عمقی میتونیم ببریم پایین تا در هم نشکنه؟ یعنی چی؟ یعنی انقدر ببریم پایین که فشار چند بشه؟ 6 در 10 به توان 5 تا. قبوله؟ اگه پایین تر ببریم فشار بیشتر میشه، باید میشکنه. پس من فشار رو میگیرم 6 در 10 به توان 5، ارتفاع رو حساب میکنم. خب بچه ها من میخوام شما به این سوال جواب بدید، پی صفر به علاوه رو جی اچ از ما اچ رو خواسته، ببینم چیکار میکنین بچه ها. خیلی سریع ارتفاع رو برام حساب کنید، بعد من این نکته مهم میخوام بهتون بگم که برای آب میشه استفاده کرد که این تست رو هوا بزنیم خیلی خیلی سریع. جناب معین خان چی میخواسته بگی؟ سینا میگه 3، سهر میگه گزینه 4. خب بین علما اختلافش اومده، ببینیم خانم ها برنده میشن یا آقایون. سینا بانی میگه 3، سهر صابری هم میگه 4. بقیه چی؟ دوستان لطف کنید حتما توی حل تست ها شرکت داشته باشید. نفر بعدی جناب جعفری، نبود دیگه. مهدیه میگه 4. نه ما همه یه تیم هستیم، میخوایم به کمک هم به حال فیزیک رو یاد بگیریم تا برسیم به کنکور 400. خب پاسخ میشه گزینه 4 یعنی 50 متر. خب ببین 6 در 10 به توان 5 میخوام فشار کلمون بشه، پی صفر 10 به توان 5، رو ضرب در جی آب من گفتم همیشه بذار 10 به توان 4 تا، میخوام اچ حساب کنیم. خب این بیاد سمت چپ از 6 کم بشه، یه دونه 10 به توان 5 بیاد سمت 6 تا، 5 در 10 به توان 5 میمونه، اینم 10 به توان 4H، پس H ما خواهد شد اگه ساده کنم میشه 50 متر. ولی من میخوام به شما بگم که این تست نیازی اصلا به حل نداشت. دقت کنید چی میگم من بچه ها، هر 10 متر آب یک پی صفر یعنی 10 به توان 5 تا فشار تولید می کند. قبوله؟ هر 10 متر آب یک پی صفر یا 10 به توان 5 تا فشار درست می کند. چرا؟ خب چون
روی آب ده به توان سه ضرب در جمع که بشه میشه ده به توان چهار. اگه ده به توان بذارم به جای H میشه ده به توان پنج. این که نقطه خیلی سخت نیست دیگه نه؟ هر ده متر آب یک پی صفر فشار درست میکنه، قبوله؟ بیام اینجا گفته ما 6 تا پی صفر فشار داریم نه؟ فشار کلمون 6 تا پی صفره. خب یکیش مال کی بوده؟ مال هوا. اونو بذاریم کنار، چند تا میمونه؟ 5 تا. 5 تا پی صفر دارم. خب پی صفر مال 10 متر آب دیگه نه؟ پس 50 متر هم چی خواهیم داشت؟ آب میشه گزینه 4. نیازم بین داستان ها نبود. پس ناکن میگم هر 10 متر آب من برم پایین، هر 10 متر آب یک پی صفر من میده. حالا که من 6 در 9 و 5 یا 6 رو پی صفر فشار دارم، یک شمال هوا بذاریم دور، چند تا میمونه؟ 5 تا. هر پی صفر 10 متر آب میخواد، پس 50 متر با برم چی؟ پایین. خب دوستان من یک سوال میپرسم، شما به من جوابشو بدید با همین روش هر 10 متر یک پی صفر. اگه من 68 متر، سوال دقت کن، اگه 68 متر برم صد از آب برم پایین، فشار چند پی صفر میشه؟ 68 متر برم پایین، فشار چند پی صفر میشه؟ جوابشو من بدید بچه ها خیلی سریع. 68 متر آب از سطح آب برم پایین، فشار چند تا پی صفر میشه؟ من دارم به صفحه نگاه میکنم اینم که پاسخهای شما چیه. در عمق 68 متری آب چند تا پی صفر؟ ما این میگه 7 و 8. بقیه چی؟ بقیه بچه یه عدد میخوایم بنویسین دیگه، اینقدر تنبلی نکنید، سریع جواب من بدین دیگه. حالا چه درست غلط حتما این کارو بکنید. دیگه نبود؟ شما تو کلاسی یا نه؟ بله بچه همکاری نمی کنن دیگه. خیلی بله جواب آقای جعفری درسته. بین 68 متر میشه 6 و 8، قبوله؟ 68 متر میشه 6 و 8 پی صفر مال خود آبه، یکی هم که مال هواست میشه 7 و 8. اگه من میگفتم فشار آب چقدره، خودش 6 و 8 میشد، اما گفته فشار، گفتم فشار کلا چقدره، پی صفر هم باید بهش اضافه بکنم. پس دوستان یادتون بمونه هر 10 متر، هر 10 متر آب یک چیه؟ پی صفره. خب ببین اینجا گفته نسبت فشار کل در عمق چی؟ سیمتری به فشار کل در عمق 10 متری یک دریاچه که آبم داره دیگه نه، چقدره؟ خب از همین نکته دوستان 30 متر آب 3 پی صفر داره، یکی هم هوا 4 تا، پس این فشار 4 تا پی صفره. اینجا 10 متر آب خودش 1 پی صفره، هوا هم که روش باشه 2 تا میشه، پس اینجا 2 تا پی صفره، این 4 پی صفره، این چقدره؟ 2 پی صفر. گفته در سیمتری چند برابر 10 متریه؟ میشه 4 پی صفر تقسیم بر 2 پی صفر که میشه 2 و میشه گزینه چی؟ 1. دوستان من نرفتم بنویسم رو جی اچ بر پی صفر دیگه، این داستانا واقعا نباید باشه. برای آب ما نکته داریم که میتونیم خیلی سریعتر این نسبت ها رو ازش به دست بیاریم. پس سی متر آب خودش 3 پی صفر داره، یکم هوا 4 تا، اونجا 10 متر آب 1 پی صفر، یکم هوا 2 تا، پس 4 پی صفر مال اول، 2 پی صفر مال دوم، تقسیم کن میشه 2 برابر گزینه 1. تست 99 قلم چی بوده؟ خب مکعبی به ظل 60 سانتی متر پر از آبه، این تست سلاسه 96 دو سال پیش. اگه همه آب رو
درون استوانه ای که مساحت قاعدش 36 صدم متر مربع بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد میکنه چند برابر قبلشه؟ خب بسیار بسیار تست ساده بوده اگه بچه ها بسیار نکات نسبتی دقت میکردن. دوستان، مگه فشار به طور کلی وزن تقسیم بر آ نیست؟ وزن تقسیم بر آ، مگه من همون آب توی مکعب رو توی اون ظرف بعدی خالی نکردم؟ پس ام جی ها فرقی با هم نمیکنه، میمونه چی؟ سطحه. خب مکعب 60 سانته، مساحتش میشه 6 دهم ضرب در 6 دهم به متر مربع که میشه 36 صدم متر مربع. یعنی مساحت این ظرفه اینقدر بوده، خب استوانه هم اینقدره، پس سطح هم فرقی نکرده، پس فشار هیچ فرقی نمی کنیم. چه گزینه 4. پس نکن من وزنی که داشته مایه همون وزن کف ظرفم که سطحش عوض نشده، پس نسبت ام جی با فرقی نمی کنیم. چه گزینه 4. تست خیلی خوب ولی ساده ای بوده توی سال 96. خب بلافاصله توی سال بعدش 97 هم از همین مبحث سوال بوده، گفته که لوله بلندی به صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع 4 سانتی متر جیوه ریخته شده. ببین، یعنی این 4 سان جیوه است، جیوه. اگر فشار هوا چقدر باشه؟ دوستان طراح تست خیلی من فکر کنم آدم هوشمندی بوده. خب در کتاب درسی شما، در کتاب درسی شما جایی که جوسنج بارومتر رو میگه، دقیقا گفته که در سطح آزاد دریا این فشار هوایی که معادل 76 سانتی متر جیو است. ولی من اگه بخوام اینو تبدیل کنم به سانتی جیوه، به شما گفتم که کافی بیاین همین مقدار رو تقسیم بر 1360 بکنید، تبدیل پاسکال به سانتی جیوه همین بوده که نه، اگه تقسیم بکنید وقت داشته باشید دقیقا میشه 76 تا. خب پس دقت کن بچه ها، کسی اگه میدونسته از تو کتاب درسی که این فشار سطح آزاده که بون 76 سانتی برابر هست، دیگه نیاز به این تقسیم سخت نداشت. این تقسیم زمان بره، بین سادگی من جام نمیشه. پس نکن الان فشار هوا رو من گرفتم پی صفر رو 76 سانتی متر جیوه، بخوام به این هفتش برسم یا باید کتاب خونده باشی تو ذهنت باشه یا هم از تدریباتی که یاد دادم استفاده کنی. ضریب تبدیل سانتی پاسکال و برعکس 1360 پاسکال دارم تقسیم کنم برش میشه سانتی جیوه. خب گفته که ارتفاع جیوه رو به چند سانتی متر برسونیم تا فشار، آقایون خانم ها فشار یعنی کل، نمیگه فشار مایه، نه، فشار در تلیل دو برابر بشه. خب نکنید الان فشار در اینجا 4 تا جیوه است، 76 تا مال هوا، کلن 80 سانتی متر جیوه است. میخوام چی بشه؟ میخوام این فشار بشه دو برابر، 2 تا 80 تا یا 160 تا. دوستان عزیز، ما از قبل 4 تا جیوه داشتیم، نه؟ میخوام روی این مقدار دیگه جیوه بریزم، فشار هوام 70 چیه؟ 6. خب دوستان عزیز، از این 160 تایی که میخواد بشه دو برابر 80 بوده، میخواد 160 بشه، 4 تا که مال جیوه قبلیه، 76 مال چیه؟ هوای. چقدر میشه؟ 80 تا.
پس من به 80 سانت جیوه دیگه نیاز دارم که کلا بام 160 بشن. پس من باید 80 سانت جیوه ارتفاع اضافه کنم دیگه، نه؟ ولی دقت کنید، نگفته چقدر جیوه بریزیم. اگه میگفت چه ارتفاعی بریزیم 80 میشد، این گزینه چی میشد؟ 3 میشد. ولی چی گفته؟ ارتفاع به چند سانجه برسانیم. دقت کن که اشتباه نکنی. خب قبلا 4 بوده، 80 تا اضافه میشه 84 تا. گزینه 1 درسته. به راحتی آب خوردن بچه‌ها، بچه بین این گزینه 1 و 3 اشتباه میکنن اگه سوال به دقت نخونن. پس دوستان لطف کنید، جون هر کی دوست دارین، جون هر کی دوست دارین، دقت کنید تو سوالا، توی یکه ها اینکه چی از شما میخواد و مقادیری که میده، اطلاعاتی که میده به دقت بخونید. خوندن با دقت خود سوال واقعا بخش اصلی مسیره. شما تو خوندن اشتباه بکنید، هر چم که بنویسید بعدا به نتیجه غلطی میرسید، هم وقت تلف شد، هم که گزینه اشتباه میزنید. پس جواب شد 84 گزینه 1. خب من شما میخوام که این تست رو برای من فکر کنید و جواب بدید. تست سال 96 خارج از کشور بوده. فقط لطفا دوستان همتون فعال نیستید، سعی کنید کاغذ قلم داشته باشید و فکر کنید، فکر کنید و بنویسید. هرچی بیشتر بنویسید اینا توی ذهن شما قطعا بیشتر تثبیت میشه. خب بریم بچه ها. ابعاد استوانه B 2 برابر ظرف استوانه A هست. ظرف A رو پر از آب میکنیم و هم جرم با اون در استوانه B جیوه میریزیم، هم جرمش. فشار آب بر کف ظرف آ چند برابر فشاری است که جیوه بر کف ظرف ب وارد میکنه؟ اون کلمه گفته هم جرمش جیوه میریزیم، حواستون حتما باشه. من منتظرم بچه ها. ما این میگه گزینه 4 میشه. جناب ما این خان میگه گزینه 4. دیگه خانم صابری، دیگه آقا سینای بانی، خانم خوشروی، سوال بسیار ساده است. این اگه نسبت ها رو بشناسید نباید مشکلی باشه. جناب بانی میگه 1، آقا رضا میگه، شعبانی میگه 4. خب بین علما اختلاف افتاده. مهدیه میگه 1، سحر میگه 4. بچه به یه آدم حرفی با چیکار بکنه؟ دقت کنید. به این فشار من گفتم برای مایعات ما به هیچ عنوان رابطه اصلی و همیشه درست امجی تقسیم بر آ رو فراموش نمی کنیم. ضمنی که میگیم در مایعات خب رو
جی اچ هم که نتیجه همون رابطه قبل من اثبات کردم براتون دیگه، نه اونم میپذیریم. خب دقت کن، گفته که ابعاد ظرف ب دو برابر ابعاد ظرف آ. خب یعنی شعاعش دو برابر، پس سطحش میشه چی؟ چهار برابر. دقتونا ببین، این استوانه ها شعاعشون آره دیگه، نه؟ خب اگر شما یک استوانه با شعاع دو آر داشته باشیم، اگه مساحتش باشه آی ب، این خواهد شد دو آر به توان دو، میشه چهار تا آر دو دیگه، نه؟ یعنی مساحتش خواهد شد چهار برابر قبلی. چون گفته ب دو برابر آ است، اگه من اینو بگیرم آی آ، آی بمون چهار برابر آی چی خواهد بود؟ آ. قبوله؟ خب تموم دیگه. مگه جرم ها یکسان نیست؟ من توی ظرف اولی آب دارم، توی ظرف بعدی همون قد جیوه، همون جرم، پس ام جی ها مثل همه، اونه که سطحش کوچیک‌تره فشارش بیشتره، چون وزن هامون یکی ها. پس من میگم فشار در ته آ به فشار در ته ب. خب نکن ام جی تقسیم بر آ، رابطه عکس دیگه، نه؟ آی ب به آی آ. خب آی ب ما چند برابره؟ چهار برابر آ، پس خواهد شد چهار که میشه گزینه چهار. خب اصلا به اونایی که گزینه چهار اعلام کردید و ممنون از کسایی که به حال فکر کردین و کار کردین برای رسیدن به جواب. پس دقت کنید بچه ها، چون وزنها یکی، من وزن رو میذارم کنار، بریم سراغ سطح ها. خب اونی که سطحش زیاده، ارتفاعش کم خواهد بود، نه فشار کمتری خواهد داشت، تشینه دیگه، نه؟ اونی که سطحش کم، ارتفاعش چی خواهد بود؟ بیشتر خواهد بود. پس شد گزینه چهار. دوستانی که غلط زدین حتما دقت بکنید. خب قطر داخلی یک استوان ده 510 سانت مکعب توش آب ریختیم، فشار کل در ته چند سانتی متر جیوه است؟ دوستان گفته چند؟ از روجهش برم؟ بین از روجهش بخوام برم خیلی سخت میشه، نگاه کن. حجم آب تقسیم بر سطح آب، این میشه اچ آب. خب حجم آب میشه جرمش ضرب در چی؟ این ام تقسیم بر چگالی دیگه، نه؟ چگالی آب یک، تقسیم بر آی آب، آب تو ظرف آی دیگه، نه؟ بعد برای اون یکی دیگه، برای اچ جیوه تو ظرف ب، میشه باز همون ام تقسیم بر چی؟ 13.6. خب مساحت چقدره؟ مساحت کفش برای ب چی بود؟ 4 برابر آ دیگه، نه؟ 4 برابر آ. خب اگه اشاره بخوام بنویسم، این اچ آب میشه ام تقسیم بر آ، اچ ظرف آمون میشه اچ، میشه ام تقسیم بر آ، اچ ظرف بمون میشه 4 تا ام تقسیم بر 13.6 تا آ. قبوله؟ حالا بخوام فشار بنویسم، مگه فشار رو جی اچ نیست؟ خب برای ظرف ب بخوام بنویسم، ما تو ظرف ب چی گذاشته بودیم؟ جیوه. چگالیش 13.6، جی هیچی، اچ هم 4M آر 13.6. نکن 13.6 این پایین با این خواهد رفت، حاصل میشه 4 تا ام جی تقسیم بر آ. اونی که دیگه اگه بنویسم خواهد شد یه دونه ام جی تقسیم بر آ، باز همیشه 4، هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام برم چگالی رو اون ارتفاع به دست بیارم، فقط با زحمت اضافه برم، این محاسباتم سنگینه، اصلا نیازی هم نیست. وقتی ام جی تقسیم بر آ هست
و MG هم ثابته، آهار هم میتونم بگم که چی میشه، خب نیازی به این محاسبات سختم نیست. هر کار بکنیم به هر حال حاصل نسبت ظرف A به B به لحاظ فشار خواهد شد همین 4 که میشه گزینه 4 بزن. خب بریم اینجا دوستان، قطر 10 سانته پس شعاع 5 سانته. یکی از اشتباهات بچه همین خواهد بود که برای محاسبه مساحت برن سراغ قطر، شعاع نرن. این حجم آب، فشار کل در ته لیوان چند سانت جیوه است؟ من باید به سانت جیوه حتما حساب کنم. خب دوستان نگاه کنید چه اتفاق افتاده، ما مقدار آب ریختیم، میخوام فشار کل حساب کنم. خب پی میشه پی صفر بلاوی رو جی اچ. دوستان گل ببین، اومده پی صفر رو داده 75 سانت جیوه و من به شما گفتم که رو جی اچ به ما پاسکال میده. من میخوام پاسکال رو تبدیل به سانت جیوه کنم، چون چگالی جوار 36 گفته باید بر 1360 تقسیم کنم. خب رو چی ریختیم؟ آب 1000، جی چنده؟ 10. اما ارتفاع آب چقدره؟ اینجا نکن، ارتفاع آب میشود حجمش تقسیم بر مساحت کف. حد چقدره؟ 510. مساحت پی گفته چند بگیر؟ 3. پی آر 2 آر چنده؟ 5. آر 2 25، این هم 25. خب اینو اگه من میخوام حساب کنم مقدارش رو، این 3 با 51 ساده میشه، 27 ضرب در 3، 17 ضرب در 3 اگه حساب کنم 17 تا 3 تا میشه چند تا؟ 51. پس من 3 رو به 3 میزنم 51 هم میشه 17 تا، پس 170 به 25 میشه اچمون بر حسب سانتی متر دیگه نه. خب این میخوام به متر تبدیل کنم، میشه 170 روی 25 تقسیم بر 100 کردم دیگه نه. میتونم با همین استفاده کنم حلش کنم، مشکل نداریم. یعنی من به جای اچ بذارم 170 تا یا 17، اینم مثلا بزنم 17 تقسیم بر چند؟ 17 تقسیم بر 250 تا. خب حساب کنیم، اگه این مقدار من کلا به دست بیارم این میشه نیم، این کلا میشه نیم، نه همش با هم میشه نیم. خب 75 داشتیم مال پی صفر، نیم هم مال اون مایه، پس کلا میشه 75 ممیز نیم سانتی متر جیوه. دوستان نکته اصلی ما همینجاست، رو جی اچ به ما پاسکال میده، چون کلا سانتی جیوه خواسته من باید رو جی اچ تقسیم بر 1360 کنم که کلا بشه بس به سانتی متر جیوه. و اگر شما حجم داشته باشین بخواین به ارتفاع ما برسید، کافی اون حجم تقسیم بر مساحت کنید، مساحتش هم که خب حالا پی آر دویه، چون قطر شد 10 داده بود، من شعاع گرفتم 5 سانتی متر. خب قلم چیه 99 آزمون بعد از عید یه همچین سوال آورده، سوال همون داره این مدار جدیتر میشه بچه ها. دو تا استوانه به شعاع قاعده آر و دار، دوستان چون شعاع دو برابر شده پس مساحت هم شده دو برابر قبل، 4 برابر قبل. بین مساحت پی آر دوه دیگه نه، چون شعاع شد دو برابر توان دو میشه 4 برابر، پس مساحت خواهد شد 4 برابر قبل. این داشته باشیم تا اینجا. اگر آب درون این استوانه را داخل مکعب به ضلع دو آر، من درست کنم اینو، اگه شکل مسئله من میخوام رسم کنم، نگاه کنید ما یک استوانه داریم
گفته که شاهش یعنی از اینجا تا اینجا آره، ارتفاع دو آره. میخوایم بریزیم داخل مکعبی، یه مکعب به ظل دو آر، یعنی اینجا مکعب این صورت دیگه نه، اینجا دو آره، اینجا هم چیه؟ دو آر. کلن این میشه مساحتش 4 تا آر 2. خالی کنیم به ترتیب از راست به چپ، ارتفاع آب چند برابر آر میشه و فشار ناشی از آب چند برابر فشار ناشی از آب داخل استوانه میشه. خب دوستان عزیز خوب دقت کنید، حجم آب اینجا و حجم آب داخل این باد با هم چی باشن؟ برابر. من میگم حجم آب در استوانه برابر با چیه؟ حجم آب در مکعب. نتیجه خب حجم آب تو استوانه، سطح قاعده پی آر دو این سطحشه، ضرب در ارتفاع دو آر مساوی با برای مکعب مساحتمون چیه؟ دو آر ضرب دو آر میشه 4 تا آر دو، ضرب در ارتفاعش نمیدونم چقدر میاد بالا، این حساب کنیم. خب حساب کنم ببین، این آر دو با این آر دو میره، این پی سه گفته بگیر، پس 6 تا ببین، این آر دو با این آر دو رفت، 6 تا آر سمت چپ اس شد چی؟ 6 تا آر. خب ارتفاع آب تو استوانه دو آر بود قبلا نه؟ قبوله؟ توی استوانه شده شده خب این یه 4 هم اینجا دارم، پس اچ هم حساب کنم میشه 6 آر تقسیم بر 4 یا میشه 3 دوم آر. پس نکن توی استوانه ارتفاع دو آر بوده، توی مکعب شد 3 دوم آر، گفته چند برابر میشه؟ قبوله؟ گفته ارتفاعش توی اون مکعب چند برابر آر میشه، چقدر شد؟ 3 دوم. پس من این و اینو انتخاب میکنم فعلا. بعد فشار گفته. دوستان عزیز مگه مقدار آبی که ریختیم فرق کرده؟ مقدار آبی که توی اون ظرف اول داشتیم تو استوانه با ظرف بعدی دقیقا یکیه. خب پس من به لحاظ وزن مشکل ندارم، اما مساحت، مساحت اولم که استوانه است اینجا، آی اولمون هست پی آر دو، یعنی 3 تا آر دو، مساحت اینجا میشه چی؟ دو آر زد دو آر که میشه 4 تا آر به توان دو. خب نکن مساحت 3 آر دو، این چیه؟ آر دو. خب سطح ها نسبتشون 3 به 4، 4 به 3 دیگه نه؟ پس اگه نسبت ارتفاع 3 دوم هست، باید نسبت فشار ها باشه 3 چهارم که میشه گزینه 3. پس ام جی یکسانه، فشار ها با سطح ها رابطه مستقیم داره، پس فشار باید بشه 3 چهارم برابر قبلی. پس دوستان چون حجم ها یکی بود، من تونستم ارتفاع رو حساب کنم از این رابطه، و اینجا چون مقدار آب یکی هست، وزن‌ها یکیه، فشارها و سطح‌ها رابطه عکس داره، و چون من تو گزینه‌ها سدوم انتخاب کرده بودم، باید حتما نسبت فشار 3 به 4 یا 4 به 3 باشه که گزینه 3 به ما میگه که نسبت 3 به 4. خب بریم سراغ اختلاف فشار. دوستان من گفتم که اختلاف فشار در یک مایع رو جی دلتا اچه، خیلی ساده. خب این 3 متر زیر سطح، این 1 متر، پس اینا از هم 2 متر فاصله دارن، دلتا اچمون میشه 2 متر. مایع چیه؟ 1.7 1700 ضرب در 10 ضرب در چی؟ 2 متر. خب دقت میکنم که از من به چی خواسته؟ سانتی متر جیوه. این منو به پاسکال میرسونه، اگه تقسیم بر 1360 بکنم اون وقت خواهد شد به سانت جیوه. خب
این حسابش کنیم چقدر میشه دوستان؟ دو ضرب در 17 34 میشه، 34 با 134 ساده میشه. پس من این دو رو با 17 میگیرم 34، با این میشه 4 تا، یعنی 136 4 تا 34 تا. خب بعد عدد همون چی خواهد شد؟ مقدارش این 4، اینم 40، 100 تقسیم بر 4 میشه 25 تا، میشه گزینه 3. پس بر حسب سان جیوه خواهد شد 25 تا. دوستان بازم میگم رو جی اچ ما رو به پاسکال میرسونه. اگه بحث سانجیه میخواد خب مشخصه با تقسیم بر همون ضریب معروف بکنیم که بارها هم داریم از استفاده میکنیم. خب ببین اینجا سوال خیلی خوبیه. اختلاف فشار یعنی رو جی دلتا اچ، و معمولا این دلتا اچ هست که با تعیین بشه، و من به شما گفتم که حتما حتما برید سراغ ارتفاع قائم. این الان دلتا اچ ماست، یا توی مثلث قرمز اینم دلتا اچ، با این رو فرق نمی کنه. خب دوستان نگاه کنید، مگه این سی نیست الان زاویه؟ ضلع مقابل به سی نصف چیه؟ وتره. ضلع مقابل نصف وتره. وتر چقدره؟ 20 سانته. پس دلتا اچ نصف 20 سانت میشه چند سانت؟ 10 سانتی متر. در مثلث قائم زاویه که یک زاویه سیه، ضلع مقابل به سی نصف وتره که خیلی معروفه دیگه. خب پس تموم شد. رو حواسم باشه به کیلو پاسکال خواسته. پس میشه رو جی دلتا اچ تقسیم بر چی بکنم؟ 1000. چرا؟ چون به کیلو پاسکال خواسته. خب بذاریم چگالیشو مال آبه، این 1000، جی چنده؟ 10. اختلاف ارتفاع 10 سانت قبول نیست، 1/10. تقسیم بر چی؟ 1000 برای تبدیل واحد. خب 1/10 با 10 میشه 1، 1000 به 1000 1، پس 1 کیلو پاسکال که میشه گزینه 2. دوستان به 1 نگاه کنید، 1000 داده. اگه تبدیل واحد کسی نکنه، دقت نکنه به اون جواب آخر، به اون جمله آخر که گفته یکاش چی باشه، یه تست به همین سادگی رو ممکنه که اشتباه بکنه. خب بریم بعدی. قطر 20 پس شا 10 ساکنه. اگر اندازه اختلاف فشار یعنی رو جی دلتا اچ اینقدر باشه، جرم چی رو خواسته؟ استوانه. خب دوستان دقت کنید، ببین من میگم که این چون ساکنه، یعنی باید وزنش که رو پایینه با این اف مایه که به سمت بارم و شناوری است برابر باشه. قبوله؟ این اف مایه میشه همون دلتا پی ضرب در آ. برابر نکنید، چون اینجا عمق کمه، فشار کمه، نیرو هم کمه، اما از زیر چون فشار زیاده، عمق زیاده، فشار هم زیاده، این دوتا اختلاف فشار ایجاد میکنن و اختلاف نیرو در نظر بگیرید. اون اختلاف نیرو همون نیرو هست که به سمت بالا بر جسم وارد میشه. خب من کافی همین دلتا پی ضرب در آ که میشه اختلاف نیروی مایع در بالا پایین که به سمت بالا هست، این همون نیروی شناوری ها مصاحبه ام جی. از ما چی خواسته؟ جرمو. دلتا پی گفته چند باشه؟ 500 تا. خب اینم 500 ضرب در آ چی؟ قطر رو گفته 20 بگیر، میشه پی که گفته 3 بگیر، اینم 3 ضرب در آر 2. شاد 10، دم که سانت، منفی 1 توان 2 چه ضرب منفی 2، مصاحبه جرمو ندارم، جی هم که گفته چند بگیر؟ 10 بگیر. خب حساب کنیم، به گرم خواسته. باز حواست باشه، به گرم خواسته. خب نکن این 10 رو با این 10 میزنم، این 0 با این میشه چی؟ کلا میشه 3 5 15 تا، 15 با این میشه 1.5. قبوله؟ پس جرما شد 1.5. 1.5 چی؟ کیلو.
گرم. چرا کیلو؟ چون من همین رو با دستی گذاشتم دیگه، نه؟ حالا کیلوگرم شد، گرم خواسته، پس نتیجه جرم خواهد شد 1500 گرم. باز نکن گزینه یک دو رو حواست باشه، 1.5 کیلو، ولی گرم خواسته، میشه گزینه 3. بازم تأکید دارم لطف کنید به آخر سوال و تست دقت کنید که از ما سوال چی خواسته. خب اینم حل بکنیم دیگه، بحثمون جلسه تموم بشه تا باز جلسه بعد بریم سراغ نکات دیگه فشار. خب دوستان، زاویه صد شیبدار 16 تا زیاد میشه، الان چنده؟ 37. 16 تا اضافه کن میشه 53 تا. اختلاف فشار دو نقطه آ و ب چگونه تغییر میکند؟ دوستان یک مثلث بسیار مهم و پرتکرار رو میخوام بهتون یاد بدم، دقت کن لطفا. مثلث قائم الزاویه با زاویه های 37 و 53، بعدن که با هم بریم جلوتر خواهید دید که واقعا این مثلث خیلی خیلی توی تست ما همین امسال داشته، تو همین امسال دو تا سال تو داخل و خارج مال همین مثلث میشد سریع حل کرد. نگاه کن، اگه مثلثمون با این زاویه باشه، حتما این مقابل 37 باید ضلعش 3 باشه، یا مضرب های از 36 مثلا باشه، میشه 60، 600 و الی آخر. و مقابل 53 باید یا 4 باشه یا ضریب های از 4 مثل 8، مثل 80 و الی آخر. و این حتما باید 5 باشه یا 5 ضرب در هر عددی. پس نگاه کن، 3 3 تا 9، 4 3 تا 12، 5 3 تا 15. پس این 15 12 9 هم جز همین عددها دیگه، نه؟ خب دقت کن، من براحتی آب خوردن از روی همین 37 و این مضرب هایی که اینجا نوشتم میتونم به ضلع های مثلث که لازم دارم برسم. دقت کن اینجا رو، مگه این 37 نیست؟ من بزرگتر از کنم، نگاه کن این اینجوریه، گفته اینجا هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. این چند الان 37، قبوله؟ من اینجا رو چون 37 میگیرم 3. گفته مساحت سطح مقطع 70 چیه؟ 5. یعنی اینجا مساحتش که پی آر 2 هست 75. خب پی چند گفته بگیر؟ 3 آر 2 میشه 75، یعنی آر 2 من 25، پس آر چند میشه؟ 5. 5 شاید، پس کل این از اینجا تا اینجا شد 10 سانتی متر. دوباره نگاه کن، مساحت اینجا گفته 75، پی آر 2 پی رو 3 گرفتم، آر 2 شد 25، پس آر چنده؟ 5. این شعاعه من کل میخوام، قطر میخوام، شد 10 تا. دوستان مگه 37 نیست؟ مقابل با تطمیم 6 باشه، نه؟ چرا؟ چون 10 2 تا 5 تاست، پس اینم که 37 با 3 تا با 6 ده. پس نگاه کن، الان طولت اول دلتا پی یکمون رو جی دلتا اچ یک، قبوله؟ که میشه جی وست. خود این اختلاف ارتفاع که مال جی من در آوردم چند سان شد؟ 6 سان. پس میگم دلتا پی یکم، اینو پاک کنم اینجا رو، دلتا پی یک من بر حسب سان جی شد 6 سانتی متر جیوه، قبوله؟ خب میخوام این زاویه رو 16 تا اضافه کنم، اضافهش کنم این 50 چی میشه؟ 3 میشه. 53 شد، گفتم مقابل 53 چابر دیگه، نه؟ خب این 2 تا 5 تا، پس این میشه 2 تا چی؟ 4 تا، میشه 8 تا. پس دلتا پی 2 ما خواهد شد 8 سانتی متر جیوه. دوستان از 6 تا چقدر زیاد شد؟ 2 تا. 2 سانتی متر جیوه چی خواهد شد؟ بیشتر میشه، میشه گزینه 1. دوستان بسیار بسیار مثلث لازم هست و ضروری و مهم، و این تست رو شما بخواید با اون سینوس و کوسینوس و اونها حساب بکنید، واقعا وقت شما گرفته میشه. پس مثلثمون 37 53 مقابل 37 3n، 53 4n، و اینا وتر میشه چی؟ 5n. خب این که 10 وتره، این 10 چند تا؟ 5 تا، 2 تا. پس مقابل 37 2 3 تا،
مقال 53 دو چهار تا. چون اول 37 بود دو تا 6 تا گرفتم، بعد که 53 شد دو چهار تا گرفتم 8 گرفتم، 6 تا 8 هم 2 سانو جیوه فشارمون زیاد شده. خب دوستان من فایل اینو میگم همین الان برای شما ارسال کنن توی کلاس، حتما اینو بگیرین و یه بار دیگه از اول سوال حل بکنید، نکاتشو بخونید تا برای جلسه بعد. خب روز خوبی داشته باشین دوستان و موفق باشید.